بله سر، بله. من در این ابتدایی که تشریف بردین اگه صدای منو میشنوین، جام نمکی پیغامی برای شما دادن، بخونم؟ بخونید، من یه پیغامشون خوندم ولی بخونید. درود بر تیمسار بزرگوار خلبان کم مانند بهمن فرغانی. دارم تکمیل میکنم اون خاطری رو که برای شما گفتم. من افتخار شاگردی شما رو در هاروارد و تی سی و سه داشتم، یاد امیر جلال ازلی، امیر جلالی و ازلی، امامی افغانی و کیفان و شعاعی و فلاحی و حسن تهرانی گرامی باد. شما تندرست باشید ای جون دلم. تیمسار نمکی همیشه به من لطف داشتن، من ممنون محبتاشون هستم. قربونتون برم. خب من در خدمت شما هستیم قربان. خیلی بزرگواری، من عشق همه رو در آوردید. شما اینقدر خوب صحبت میکنید، من به یکی از دوستان قول دادم که دیگه تو لایف عشق هم در نیاد، ولی شما نتونستین خودتون رو کنترل کنید به خاطر اینکه عزیزایی رو از دست دادید و در جلوی چشمتون پرپر شدن که قطعا من نمیتونم مثل شما حس کنم. این صحنه ای که توی قلب و مغز من هک شده نمیتونم پاکش کنم. میدونید شما وقتی در اون لحظه به یک کسی میگین clear to land و این اتفاق میفته، خودتون رو مسئول حس میکنید. من همین اتفاق برام افتاد سر. من آقای ابوعطای عزیزم با جام یاوری با F14 گفتن left face gear down no flap touch and go. منم گفتم کاروان کاپی یا کلیر، چون برجم بهش کاپیدم. من ما باید کاروان چک میکردیم برای نو فلپ و اینا، و چند ثانیه بعد تو فاینال جلوی من خوردن زمین. منم هم همین حس شما رو قشنگ میفهمم چی بود، ولی خب مال شما با موشک ها و ناخواسته. جناب ابوطالب ابوعطا هم بنده خدا با شاگرد، بفرمایید سر. حالا چقدر زیبا حرف میزنید شما. برای اینکه تنوعی بشه، این حالت چیز برطرف بشه، یک دو تا واقعی خوبم بگم. مثلا این بچه های اون F5 اونجا واقعا با جسدشون جلوی عراقی ها رو گرفتن، ولی از پروازی برگشت و من رفتم پای هواپیماش، گفتن که هواپیماش تیر خورده. یک گلوله کالیبر 50 از کف کابین وارد شده بود و از کاناپی رفته بود بیرون. شما فقط یک لحظه مجسم کنید، این سرعت هواپیما بوده 450 نات بوده، این گلوله که سوپرسونیک هست، این گلوله کالیبر 50 از فاصله مثلا یک اینچی دماغ این رد شده بود و تمام کابلای فرامین از کف هواپیما رد میشه. این گلوله از لای این کابلای فرامین رد شده بود، یعنی یک میلیمتر اینورتر و اونورتر بود. اگر سرعت یک دهم نات بیشتر بود، یک دهم نات، شاید هم خیلی اصلا قابل محاسبه نیست. ببینید از چند ثانی، چند هزارم ثانیه یه مرگ عبور کرده بود، ولی بعد از ظهرش رفت دوباره پرواز. جناب تیمسار فوقانی عزیزم، یه داستانی رو تعریف کردید قبلا برای من راجع به جناب ایزدستا و اون طراحی نابشون که انجام دادن. میشه اگر امکانش هست یه بار دیگه اینم بگید؟ من از جزئیات طراحیش، چون من در جریان طراحی نبودم، یه هواپیما نشستند و این داستانا رو میگم. ولی چیزی که من ایزدستا رو به خاطر اون ستایش میکنم، ایزدستا خودش در داخل تانکری بود که تا تو سوریه رفت و برگشت و اون هواپیمای خضرایی رو نشون در اونجا. ایزدستا هیچ اجباری نداشت توی هواپیما باشه، چون اون هواپیما دائما در معرض این بود که توسط عراقی‌ها سرنگون بشه. هیچ مثلا اجباری نداشت، ولی فقط دلسوزی بود که وادارش کرد بره تو اون هواپیما بشینه که از نزدیک بتونه کنترل و اداره بکنه. و من به خاطر این واقعا ایزدستا رو به خاطر خیلی چیز ستایش می‌کنم، ولی در اون ماموریت این
نهایت از خودگذشتگی و علاقه به وطنش رو نشون داد. ای جانم، خب قربان بفرمایید، از خاطراتی میخواییم من باز کنم کامنت ها رو یکم دوستان سوال کنن از شما؟ من مطلب زیاد دارم بگم. بفرمایید. پس خودتون ببینید، شما چندین جلسه شرکت کلامتون هستید دیگه، ما شما به هر حال همین قدری که قبول کردید مطلب مشتری دائم میشن. نخواهشم، شما باید همونطوری که تو صحبتامون قبول کردید که یکی از مدیران ما باشید و در کنار ما باشید و رهنمود بدید به ما رو در سمت و سوی این مسیری که طی کردیم. همینقدر من از طرف خودم و تمام بچه های لایف از شما تشکر میکنم، منت گذاشتین این کار رو انجام میدید برای ما و برای هموطنامون. چون به هر حال تاریخی که شما بارها با هم صحبت کردیم، تاریخ باید ناب و درست و بکر گفته بشه، همونطوری که شما دارید میگید، تاریخ نباید تحریف بشه، نباید طرف به خاطر خودستایی و از خودش تعریف کردن چیزایی رو جابجا کنه. شما این کارو نمی‌کنی. شما اول لایو اومدی گفتی من سرهنگ خلبان بهمن فرغانی هستم، به من میگن تیمسار، قهرمان جنگ، در صورتی که شما خودتون قهرمان جنگید و قطعاً تیمساری کمترین درجه ای هست که برای شما به خاطر رشادت. ممنونیم. منم متقابلا از شما تعریف میکنم، من تعریف میکنم. شما کاری که شما میکنید تاریخیه، برای اینکه همه اون کسایی که با این وقایع روبرو بودن و تجربه هایی دارن و تاریخی دارن که بگن، همسنای من هستن و یکی یکی دارن هر هفته یکیشون از این دنیا میره و این خاطره ها رو با خودشون به گور میبرن. کاری که شما میکنید ثبت تاریخ است و برای همیشه انشاءالله خواهد مون برای نسل‌های گذشته که درس بگیرن از این اشتباهات. حالا بخواستیم که یه داستان با نمک بگم از شادروان فکوری. اون روزهایی که پایگاه ما رو هر روز با توپ و خمپاره می‌زدن، یکی یه چیز دیگه در مورد خلبانای دسفول، باز باید متفاوت با پایگاه دیگه، بچه‌های پایگاه دیگه شب راحت می‌خوابیدن، ولی بچه‌های پایگاه دسفول از ماموریت جنگی با اون همه استرس برمیگشتن، شبم نصف شب یه دفعه یه گلوله توپ می‌خورد. ساختمون هم همه یه طبقه آجری، هیچ ساختمون، فقط یه پناهگاه کوچیک داشتیم که پرسنل فنی می‌رفتن استفاده می‌کردن. خلبانا نمی‌تونستن تو جا نبود که تو پناهگاه بخوابن، تو ساختمون آجری یه طبقه معمولی می‌خوابیدن. من خودم هم چیز رو خونه‌ای که داشتیم قبلا تو پایگاه، چون بزرگ بود، وقتی که هیئت دولت اومدن اینجا در اختیار هیئت دولت گذاشتن و رفتم تو مهمون سرا میخوابیدم. یه ساختمون یه شب یه گلوله توپ خورد ساختمون بغلی، سه نفر کشته شدن تو اون ساختمون. منظورم به اینه که اینا شبها هم یه گلوله اول که میخورد منتظر گلوله دوم بودن و گلوله دوم نمیدونستن کجا میخوره. شادروان خرم یه دفعه اومده بود از طرف ستاد، اومده بود برای یه کاری تو پایگاه ما، شب پیش من مون، نصف شب یه گلوله توپ زدن، من از خواب پریدم، بعدم ایرج نیست، گفتم ایرج کجا، دیدم رفته زیر تخت، گفتم ایرج جون بیا بیرون، زیر تخت و روی تخت فرقی نمیکنه، وقتی گلوله بخوره زیر تخت و روی تخت نداره، فرقی نمیکنه. ضمناً اگر صدای گلوله رو شنیدی معلوم میشه به تو نخورده، یه جای دیگه خورده، اگر بخوره صداشو نمیشنوی، بس راحت بخواب. از اون شب هم بچه ها نمیخوابیدن برای اینکه توپخونه میزد پایگاه رو. بعد هر وقت که میزد، ما صبح که میمادم کامنپوس، اولین کاری که میکردم زنگ میزدم به فکوری گزارش میزدم که دیشب مثلا دو گلوله توپ زدن به اینجا اونجا خورده، تلفات این بوده، خسارت این بوده، گزارش روزانه میزدم صبح. بعد یه دو سه ماه که گذشت که فکوری اومد بود پایگاه ما، شب موند پیش ما. بعد اون شب اتفاقا هیچ خبر، یک دونه گلوله هم نزدن، سکوت مطلق تا صبح. صبح که اومد فکوری تو کامنپست، البته از قبل از انقلاب با فکوری دوست بودیم، رفیق بودیم دیگه، گفتش که با اون صدای کلفت فرغانی چی بود میگفتی هر روز داریم گفتی میزنن 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 اینجا، پس کو؟ گفتم جان سرنگ، شما از تهران که میمدین یه زنگ به صدام نزدین بگین من امشب میرم دزفول، نزن اونجا رو. قشقش خندید و اینا. بعد رفت. بعد شب دوم اتفاقا سه تا گلوله پشت سر هم زدن،
صبح که اومد کامپوس گفتش که فرقانی دیدی به صدام زنگ نزده بودم؟ گفتم جام سرنگ دیروز بعد از اون حرفی که من به شما زدم زنگ نزدی به صدام بگه آبرومون داره میره دوتا بزن؟ خلاصه اینم برای تغییر چیز. فرمان میشه محبت بفرمایید الله الله، اگر چون نمیخوام سیکونس رو به هم بزنم، قطعا شما با یک برنامه ای اومدید و میدونم برنامه بسیار مدونی برای ما دارید طبق شبهای آینده و اینها، یه مقداری اگر میشه لابلا این صحبت ها از جناب تیمسار سرافراز شهید داریوش ندیمی بفرمایید اگر میشه. داریوش ندیمی من باهاش تو گردان RF5 با هم بودیم. بسیار بسیار آدم ملایم، دائم لبخند به لبش و واقعا دوست صمیمی من بود و واقعا دوستش داشتم. و یه چیزی که همیشه از داریوش یادم مونده، باز نقش بسته تو ذهن من، این پرویز ریاهی هم با ما اینجا تو گردان RF5 بود. پرویز میدونی بچه شیراز بود و لهجه شیرازی قدیمی غلیظی داشت و این داریوش همیشه ادای پرویز رو در می آورد و یه آهنگ هم می خوند که نمیدونم کامان پوکید و از این حرفا ادای پرویز ریاهی رو در می آورد و می خندیدیم. و بسیار آدم جنتلمن با سواد، خلبان بسیار خوب و واقعا فقدانش برای من بسیار دردآور بود. آچه دیگه راجع به هایلایت هایی که ضبط کردم، یه داستانی از دخترم بگم. آخه بگید حتما بفهمید. خواهش. وقتی که جنگ شروع شد، اینا قبل از اینکه جنگ شروع بشه خانواده من دسفول بودن، ولی روز قبل از حمله یک تلگرام به کلی سری برای ما اومد که فردا حمله حتمی است. حتی نه نوشتن احتمال حمله نیست، نوشتن 100% حمله حتمی است. که من اون روز رفتم یکی یکی ضد هوایی ها رو خودم شخصا با تک تک توپا صحبت کردم، گفتم حتما حمله میشه، احتمال در کار نیست، اگر شما نزنین اون رو اونها شما رو میزنن. خلاصه سعی کردم اینها رو یه خورده تهییج بکنم اینا. بعد 330 هم اومده بود، خانواده همونو با 330 فرستادیم رفتن تهران دیگه. من هنوز خونه فرصت نکردم، خونه پایگاه یکم هم خالی بکنم، خونه هم هنوز اونجا بود. خانواده همون فرستادم رفتن اونجا دیگه. جنگ شروع شد و من تا 3 ماه اول جنگ اصلا فرصت نکردم که بیام تون. روز اولی که بمباران کردم پایگاه ها رو، خونه ما تون آپارتمان های دم طرف 330 بود. دختر من اون موقع آرتمیس 8 سالش بود با خواهر کوچیکترش که 5 سالش بود، دوتایی دم جلوی آپارتمان داشتن بازی میکردن که هواپیمای توپولوف که اومده بود و بمب انداخته بود، اینا هواپیما رو دیده بودن و بمب که افتاده بود دیده بودن، انفجار رو شنیده بودن. خب در عالم بچگی خیلی ترسیده بودن. من پشت سرش به خونه تلفن کردم که ببینم که سالم، به اینا صدمه ای نرسیده باشه. که خانمم گفت که نه، فاصله داشته با اونجا ولی صدای وحشتناک کرده. بعد با دخترم صحبت کردم، بچه 8 ساله داشت تعریف میکرد که چقدر ترسیده و اینا. من بهش گفتم که اشکالی نداره، بذار ما این خلبانه رو گیرش میاریم، پدرش رو در میاریم، اینقدر یه بلایی سرش میاریم که دیگه تو رو نترسونه. بعد این داستان گذشت، تا 3 ماه بعد من برای کمیسیون فرماندهان اومدم تهران. همون روز یک توپولوف رو که داشت از روی کوشک نصرت رد می شده، خیلی تصادفی موشک های رپیر داشتن مثلا توناب می کردن موشک رو می بینن، ای هواپیمای های عراقی اینجا سی رپیر زدن و توپولوف سقوط کرد اونجا و خلبانش هم کشته شد، و صفحه اول کیهان عکس لاشه هواپیما و عکس جنازه خلبان انداخته بود. من از کمیسیون فرماندهان که اومدم بیرون تو ستاد بود، راننده منو میبرد به طرف مهرآباد. تو راه وایسادم یه روزنامه خریدم که ببینم داستان این سقوط هواپیما چی بوده. وقتی رسیدم خونه، باز دخترم جلوی خونه داشت بازی میکرد، تا من دید پرید بغلم و اینا. بعد من بهش گفتم ببین یادته گفتم اون خلبانی که تو رو سرسونده پدرشو در میاریم؟
روزنامه رو نشونش دادم، عکس جنازه خلبانم سر، گفتم ببینید زدیم پدرشو در این همون خلبان. بعد من دیدم این بچه بغض کرد، گفتم که چرا خوشحال نشدی؟ گفت نه آخه بچه اینم دلش میخواد باباش بیاد خونه. آخه روح شاد باشه. من احساس کردم یه سطل آب یخ ریختن رو سر من که دنیای ما با دنیای بچه ها چقدر فرق داره. و آرتمیس من هیچ وقت عوض نشد. بگذاریم راجع به اولین پرواز جنگی خودم بگم. من از بعد از دو سال که میتونم بپرسم هم یه به آرتمیس چند سالشون بود فوت کردن؟ 42 سالش بود. البته بعد نیست که بدونن کسانی که مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه، وقتی ما آمدیم به امریکا اینا مدرسه که میخواستن برن بچه ها تو مدرسه گفتن باید تست واکسن سل بزنن. و تست واکسن که بچه ها زدن، چون اینا تو ایران BCG زده بودن و واکسن تو خونشون بود، این تست مثبت نشون داد. ولی اونجا گفتن که باید اینا داروی سل بخورن، برای اینکه معلوم، یعنی هیچ ما مدرکی نداشتیم که بگیم اینا واکسن زدن. دارویی که به اینا دادن گفتن 6 ماه باید این دارو رو بخورن. دختر کوچیک من که یه خورده یاقی بود دارا رو ریخته بود بیرون نخورده بود. ولی بزرگه آرتمیس خیلی مظلوم و دارو رو مرتب خورده. بعد از یه مدت دیدیم که پوستش تیره شد، رنگ پوستش برگشت، مثلا گربه چنگ میزد پوستش، زخمش خوب نمیشد و جاش میموند اینا. بعد بالاخره دکتر و این ورمور آزمایش های مختلف تشخیص دادن که این ساید افکت این داروهایی که خورده غدد فوق کلیویش از کار انداخته، بهش ادرنال گلند میگن بهش، و یه بیماریه که بهش میگن ادیسون دیزیز و خیلی نادره، در 1 در میلیونه و هیچ وقت هم دیگه خوب نمیگه، بر نمیگرده. و میگن کندی هم همین بیماری رو داشته. به هر حال از عوارض این بیماری این هستش که ایمیون سیستم بدن به شدت ضعیف میشه. و آرتمیس رئیس دفتر خودم بود، بیزنس منو میگردون و ماهی 2 دفعه یا 1 دفعه در حداقل در ماه سرما میخورد و 3 روز 4 روز نمیتونست بیاد سر کار. و مرتب باید ادرنالین به صورت مصنوعی قرص میخورد، اگر نمیخورد اصلا انرژی نداشت که راه بره. بعد این آخرین بار که سرما خورد خونه بود، من هر روز با تلفن، چون خودشم جدا زندگی میکرد، من تلفنی باش تماس داشتم. این روز سوم که دیدم تب داره گفتم من میام الان دنبالت ببریم دکتر، 3 روز تب داری درست نیست. گفت نه دوستم داره میاد الان، ماریا دوستم داره میاد که منو ببره دکتر، نمیخواد شما بیایید. گفتم پس از دکتر اومدی بیرون زنگ بزن ببینم چی میگه دکتر. چی گفته دکتر؟ که ساعت تا ساعت بعد ظهر هیچ خبری ازش نشد. 5 زنگ زدم جواب نداد، 6 زنگ زدم جواب نداد. بعد فکر کردم خب خوابیده، صبح روز بعد فوت کرد به همین سادگی، زاتوریه کرده بود و فوت کرده بود. متأهل بودن یا نه؟ نه مجرد بود. روحش شاد باشه، روحشون شاد باشه. من مجددا به شما تحسیت میگم. این اتفاق چند وقت پیش افتاده بود قربان؟ نوامبر 2 سال پیش. 2 سال پیش، یعنی همین نوامبر 2 سال از فوتش میگذره. هنوز داغ تازه است برای شما، برای دختر نازنین. برای من هر روز تازه میشه، برای اینکه تو دفترم هر جا میرم آثار و دست نوشته هاشو نمیدونم دستخطش و همه آثارش تو دفتر هست و هر روز روزی یه فصل گریه میکنم. بعد حالا بذارین از اولین پرواز جنگی خودم تعریف کنم براتون. من 2 سال اول جنگ رو دسفول بودم. بعد از 2 سال به فکوری گفتم که من خسته شدم دیگه، چون واقعا هر شب نمیخوابیدیم، روزم استرس، هر روز یه خلبانی بر نمیگشت. وظیفه من بود که برم به خانوادهش خبر بدم. منم که آدمی بودم که اشکم دم مشکم بود و هر روز به حال دیگه، از چون تابش میدیم، تابش بعد از 3 ماه سکته قلبی کرد و رفت جراحی قلب باز کرد. من حالا یه خورده اعصابم قوی تر بود، طاقت آوردن. بعد از 2 سال گفتم به فکری گفتم که خسته شدم واقعا دیگه نمیکشم.
که بعد من برگشتم ستاد و در اولین البته در 2 سالی که اونجا بودم 2 بار از فکوری خواهش، یه بار شفایی هم تو پایگاه بود ازش خواستم، گفتم من 1200 ساعت F5 دارم، فقط کافی برم یه FTD F5E رو ببینم و بیام با این بچه ها پرواز کنم، که به من گفت که چی حالا میخوای خودتو به کشتن بدی که چی به چی میخوای ثابت کنی؟ گفتم مسئله کشتن، من از این بچه ها خجالت میکشم، اینو هر روز میرم من نشستم اینجا، که موافقت نکرد. بعد دوباره کتبن درخواست کردم که بازم ورداشت کپی درخواست منو به همه پایگاه ها صادر کرد که نمونه یه نمیدونم صدا شجاعت و فلان از این حرفا تعارفات، ولی اجازه نداد برم چیز FTD. بل وقتی که عملیات آزادسازی خرمشهر شروع شد من هنوز چکات نشد، 2 سال بود که پرواز نکردم، مثلا پامو تو کابین هواپیما نذاشته بودم. به من و سرهنگ شادروان، سرهنگ هوشنگ ویژه که اونم ستاد بود، به ما ماموریت دادن بریم شاهرخی کمک بچه های شاهرخی باشیم تو این عملیات آزادسازی خرمشهر. من رفتم وارد شاهرخی شدم، به صبح یه پرواز با من سرهنگ تمام بودم، سروان شاکری، شاکری فر یا شاکری بود اسمش، سروان بود معلم خلبان افور بود، یه تو ترافیک پترن 3 تا تاچنگو به من دادن و منو کلیر کردن برای پرواز. بعد از 2 سال که پامو تو کابین نذاشته بودم، نه FTD نه هیچی، فقط یه 3 تا تاچنگو دادن و بعد از ظهرم تو بال همین سروان شاکری من بلند شدم با نمیدونم چقدر بمب که نوازه عراقی ها رو بمباران کنیم. از زمین که بلند شدیم، من تو بال بود، تو وینمن بودم، از زمین که بلند شدیم یه 100 پا نمیم چقدر بالاتر رفتیم تو ابر. باور کنید ورتیگو که میگن دقیقا اونجا، یعنی در تمام مدت که ما تو ابر پرواز میکنیم من فکر میکردم که من 90 درجه بنگ دارم، هی به اتون دیکتیتور نگاه میکردم میدم که نه درسته، بیرون نگاه میکردم فکر میکردم 90 درجه بنگ دارم. تا وقتی که حدود 20,000 پا از ابر اومدیم بیرون، بعد رفتیم چیز مواضع عراقی ها رو رفتیم دوباره پایین و بعد زدیم بمبامون رو برگشتیم برای ریفیول، بعد ریفیول میکردیم، ایر ریفیول میکردیم. شاکری مثل اینکه ترکشی بهش خورده بود یا چی شده، هیدرولیکش رو از دست داده بود، شاکری مجبور شد بره دسفول بشینه. من خودم سولو رفتم زیر تانکر ایر ریفیول کردم، بعد از 2 سال که پاو تو هوا نذاشته بودم ایر ریفیول کردم، اومدیم جی سی آی و جی سی ای و اینسترومنت لندینگ و بعد از 2 سال که پاو تو کار نذاشته بودم. چند سال ایر ریفیولینگ نکرده بودید؟ 2 سال بود اصلا پاو تو کابین هوا نذاشته بودم. 2 سال، وای. 2 سالی که دستفول بودم من اصلا پاهم کابین F4 نذاشته بودم. بعد از 2 سال هم گانری کردم، هم ریفیول کردم، هم اینسترومنت لندینگ کردم، همه رو یه جا خودم رو چکات کردم. ای جانم. حالا دنباله داستان، ما اونجا بودیم تا عملیات تموم شد و اینا، بعد ما گفتن که شما میتونین برگردین برین ستاد. من با هوشنگ هم اتاق بودم، هوشنگ ویژه خدا بیامرزدش، این با خانومش لیلی و مجنون بودن، یعنی 2 روز دوری خانومش رو نمیتونست تحمل کنه. حالا ما 10 روز بود اونجا تو پایگاه دور بود از خانوادش. رفتیم یه F4 دادم به ما که با F4 برداریم بریم تهران، روشن کردیم F4 رو، من جلو بودم کابین عقب هوشنگ بود، رفتیم سر باند EGT موتور راست بالا بود، هیچی برگشتیم مینتیننس گفت کار داره و نمیشه اینا، ابورت کردیم. یه بونانزا قرار بود بره تهران، رفتیم که با بونانزا بریم، یک دفعه هوا گرفت چنان رعد و برق و اینا، گفتن بونانزا نمیتونه پرواز کنه. یه 330 و یه F27 هم که قرار بود بیان اونجا بشینن، هر دو به علت هوا برگشتن رفتن همدان نشستن. هوشنگ که میگم که کلافه شده بود، ببین این هم F4 و بونانزا و F27 و 330 هیچ کدوم نشد، اینا همه سرنوشت، یکی از همون اگزیت های تو فریوی. هوشنگ گفتش که کلافه بود، گفت بیا بریم سر جاده با اتوبوس، سوار اتوبوس، چون میدونی پایگاه همدان با جاده همدان بیهوده 30 کیلومتر یا بیشتر فاصله داره. بله بله سر. گفت بریم سر جاده اونجا با اتوبوس بریم. گفتم آخه ما که ماشین
ماشین نداریم چجوری بریم. گفت از این که بچه ها خواهش میکنیم ما رو برسونیم. اون موقع هم بنزین کوپونی بود و گیر گفتم بابا با این بنزین کوپونی صلاح نیست میگه که تحمیل کنیم خودمونو. صبر میکنیم فردا یا افپوره حاضر میشه یا بونانزه هستش هوا باز میشه میریم دیگه. این از من اصرار بالاخره قبول کرد که بمونه. شب موندیم اینا، فردا هوا از روز قبلم بدتر شد. یخه منو گرفت. ببین اگه دیروز رفته بودیم حالا دیشب خونه بودیم. و گفتم خب پاشو بریم دیگه. بعد از اینکه بچه های گردان خواهش کردیم که ما رو برسونه سر جاده، این ما رو رسون سر جاده و وایسادیم. حالا با لباس، ما لباس شخصی نیاورده بودیم، با لباس پرواز و کیسه هلمت به دست و دستمون سه تا قپر کدوم دوشمون تر دو سرنگ دوام بودیم. سر جاده وایسادیم دم قهوه خونه که اتوبوس بیاد. یه اتوبوس اومد، اصلا اتوبوس های معمولی بود. هوشنگ رو نبا ولش کن بذار دولوکسا بیاد، با دولوکسا راحت تره با اونا بریم. سوار این اتوبوس نشدیم. اتوبوس رفت، اتوبوس بعدی اومد دولوکس بود. یک جا جلو دم در داشت، یک جا اون ته تر ردیف آخر داشت بوفه. بله هوشنگ رفت، هوشنگ گفتم تو برو اونجا بشین، من اینجا دارم. من نشستم جلو دم در، هوشنگ رفت ته اتوبوس. یه چند دقیقه گذشت یه آقای از اون ته اومد جلو، چون ما هر دوم لباس پرواز داشتیم. اون موقع هم واقعا خیلی مردم احترام میذاشتن، تو هر جا میرفتید جلو سجده میکردن با لباس پرواز که میزن. یه آقای از اون ته اومد گفتش که جان سرنگ شما برین پیش دوستتون بشینین، با هم هستین با هم بشینین، من میشینم جلو. یه خورده تعارف کردیم، بعد بلند شدم من رفتم پیش چیز. این آقا جاش بغل پنجره بود ردیف آخر، هوشنگ جاش وسط چیز وسط راه رو، تر روبروی راه رو وسط. یه مقداری که رفتیم همونجور من داشتم جاده رو نگاه میکردم، اینا جاده هم صاف و مستقیم، با ساعتم برای سرگرمی سرعت ماشین و علامت های جاده و کیلومتر رو با ساعت هم حساب کردم، داره 90 کیلومتر در ساعت میره. یه دفعه دیدم یه اتوبوسی که از روبرو داره میاد منحرف شد به طرف ما. اتوبوس ما هم سعی کرد بگرده به طرف چپ که به اصطلاح فرار کنه. من دیدم تصادف حتمیه، تنهایی کردم شیرجه رفتم وسط راه رو. یقه هوشنگم گرفتم، هوشنگم خواب بود، یقه هوشنگم گرفتم دنبال خودم کشیدم وسط راه رو، که این دوتا به هم با سرعت 90 کیلومتر اتوبوس به هم خوردن، که شیشه سمت راست اون اتوبوس با شیشه سمت راست ما به هم خورد. اون کسی که جاشو به من داده بود جلو نشسته بود له شد، اصلا در ثانیه جا به جا مرد. 14 نفر تو این دوتا اتوبوس کشته شدن. اتوبوس ما سمت راستش به کلی باز شده بود که من از این بغل اومدم بیرون. 14 نفر کشته شدن تو این دوتا اتوبوس. جنازه وسط جاده هم جوری ریخته بود. من یه بچه 2 ساله دیدم رو زمین نشسته بود، از زانو به پایین پا نداشت و داشت گریه میکرد. چنان صحنه های وحشتناکی به وجود اومد اونجا که اصلا تو صفحه اول کیهان اطلاعات هم نوشته بود. هوشنگم که من بس که بررسی ثانیه دیدم یه ذره شروع کردم به کمک کردن به بقیه که زخمی ها رو بکشیم. بقیه که سالم بودن شوکه شده بودن، اصلا تکون نمیخوردن، بی حرکت نشسته بودن، که من فریاد میزنم آقا بیاین کمک کنین زخمی ها رو بکشیم. که بعد اتوبوسای دیگه رسیدن اینا کمک کردن. من هوشنگم رفته بود کنار جاده، داشت همینجور بالا می آورد از چیز. من پیش خودم فکرم ببین ما 10 روز اینجا پروازهای جنگی رفتیم هیچی نشدیم، حالا تو این اتوبوس معمولی اگزیتای فریوی که فرمودید، خداوند یه جور خاصی از شما حمایت میکرده. دلم سوخ به حال اون کسی که جاشو داد به من، که اون در جاد له شده بود، اصلا یعنی بلافاصله مرده بود. سرنوشت اون بود که بمیره، سرنوشت من اون بود که زنده بمونم. اینا که شما دارید تعریف میکنید اینقدر نابه و دست اوله، مثل همه اون اولیایی که داشتید خاطراتتونم دست اوله. باورتون نمیشه خیلی از این خاطراتو من برای اولین باره، من نزدیک 800-900 گیگ خاطره، شاید 400-500 ساعت خاطره ضبط کردیم با دوستان. باورتون نمیشه اینا رو برای اولین بار دارم میشنوم. خب منم اولین بارم که میگه، البته قبلا هم برای دوستان گفتم ولی تو به طور پابند هم رزماتون کسای دیگه مثلا تعریف میکنن
حتی خاطراتی که شما دارید از دیگران تعریف میکنید خودشون هم تعریف نکردن. هوشنگ متاسفانه چند سال پیش در کانادا از سرطان ریه فوت کرد. روحش شاد باشه، روحش شاد باشه. خب من به ادامه خودتون ادامه بدید یا کامنت ها رو باز کنم. من اگر میل شما از من یه لیست گنده دارم از چیزایی که شما برید همین بس ببینید یک شنبه آینده که دوباره در خدمت شما هستیم. ما دیگه چند تا یک شنبه همینجوری پای سر هم تا شما کل خاطراتتون رو بگید. خب دوباره یک شنبه آینده حالا باز این سیکونس ها تا هر جایی که بود ضرب در بزنید، علامت بزنید توی یک شنبه آینده دوباره مثلا از همونجا ادامه بدید دیگه، نمیخواد دیگه برگردید فلش بک کنید. پس میخواییم یه روب مونده یه روب به کامنت ها اختصاص بدیم، سوال اگر کسی سوالی داره جواب بدیم که دوستانم ناامید نشن. نه شما تایم دارید اگه میخواید این تایم هم دوباره اکسند میکنیم امشب و اگر حالشو دارید به یه بخشی رو برسید. اوکی پس یه دو تا خاطره باز میگم براتون بگم. یکی از همون دسفول بود که یه روز تو دفترم نشسته بودم که آجودان اومد گفتش که یکی از خلبان ها اومده میخواد شما رو ببینه. من معمولا اونجا پالیسی گذاشته بودم که ضمن روز هیچ کس نیاد ببینه منو بعد از ساعتی، چون ضمن روز همش درگیر مسائل جنگ بودیم، از ساعت 6 به بعد هر کی میخواد ببینه ما از 6 به بعد میپذیرفتیم ببینیم، هم من هم رضا. بعد گفتن که یکی از خلبان هاست، گفتم حالا بیاد ببینیم مشکلش چیه. اومد گفتش که جناب سرنگ من میترسم از پرواز. گفتم فکر میکنی اصلا من نمیترسم یا اونای دیگه که میرن نمیترسن؟ همه میترسن، اگر کسی نترسه یعنی انسان نیست، یعنی اصلا رگ و پی و عصب و مغز نداره. منتها یه عده میتونن به ترس غلبه کنن، یه عده ترس بر اونها غلبه میکنه. حالا تو جزء کدومشون هستی؟ گفت واقعیتش اینه که میترسم نمیتونم پرواز کنم. گفتم خب مسئله نیست، حالا میخوای چیکار کنی؟ بریم مثلا تهران یا جای دیگه؟ گفتم من در یک صورت موافقت میکنم، ببین این لباس پرواز رو چند سال داری میپوشی؟ برای همچین روزی پوشیدی؟ برو این لباس پرواز در بیار، یه چادر سرت کن بیار اینجا، من امضا میکنم زیر ورقت که بری. این حرف من خیلی بهش برخورد. رفت و همون روز پرواز کرد. همون روز رفت پرواز کرد و در همون پرواز اجکت کرد و اسیر شد. حالا نمیدونم اجکت مصنوعی بود یا واقعی بود، چون در خاک عراق اتفاق افتاد هیچ چیزی ندارم و اسمش هم نمیخوام بگم. و 10 سال اسیر بود و برگشت سالم برگشت. این یه خاطره بود. و راجب من یه پالیسی برای خودم گذاشته بودم که هر خلبانی که داخل خاکمون خودمون اجک میکرد، من خودم شخصا میرفتم دنبالش پیداش میکردم. اگه هلیکوپتر بود با هلیکوپتر میرفتم، زمینی بود زمینی میرفتم، که میخواستم این روحیه رو بدم که اگر شما اجک کنید ما فراموشتون نمیکنیم، خود من اگه جونم هم به خطر بندازم میام دنبالتون پیداتون میکنم. آفرین. خوشبین یونس خوشبین از پایگاه دیگه مأمور شده بود به ما، یکی خوشبین بود یکی هم شهاب سلطانی. اینا به اصطلاح روحیه خلبان، اینقدر تو کامن پست جوک و اینا میگفتن روحیه خلبانا بودن واقعا. از مثلا چیز شهاب سلطانی از مأموریت که برمیگشت، ادای یکی از دوستامون که همش جلوی دوربین تلویزیون بود و میگفت این پایگاه رو از زمین محو کرده و اینا، اینم شهاب سلطانی هم میگفتش که گفتم شاب چی شد هدف چی شد؟ میگفتش که این مداد پاکانه بدونم میخوام پاکش کنم از روز نقشه. بعد که خوش متاسفانه شاب هم آسمانی شد، هواپیماشو زدن و شهید شد. ولی خوشبین دو فروندی بودن و ماموریت که برگشت بر نگشت خوشبین و چیز بینمنش گفت که من دیدم که اجک کرد، چتش باز شد من دیدم. منطقه عملیاتشون هم سوسنگرد بود. من سوار هلیکوپتر شدم رفتم به طرف سوسنگرد. اون روزی بود که سوسنگرد دست به دست میشد، یه روز دست ایران بود یه روز دست عراق بود و تا نزدیکی های سوسنگرد رفتیم. بعد دیدم که نمیشه نزدیک شد برای اینکه از هر دو طرف دارن تیراندازی میکنن.
رفتم اهواز نشستم، شوهر دخترم من رئیس جاندارمری اهواز بود، رفتم پیشش گفتم که یه خلبانمون تو این منطقه که مختصات جغرافیایی که داده بود رو نقشه علامت زده بودم، گفتم اینجا خلبانمون پریده بیرون، من وسیله میخوام، نفر میخوام که برم اینو نجاتش بدم. یه جیپ به من داد با دو تا ژاندارم، با هم رفتیم به طرف منطقه‌ای که مختصات داشتیم. نزدیکای که رسیدیم توی رودخونه خشک می‌رفتیم، بعضی جا رودخونه میومد بالا، تاز میومد بالا جیپه، از هر دو طرف به ما تیراندازی می‌کردن، هم خودی هم چون بعد از وسط دو تا نیرو داشتیم رد می‌شدیم. رفتیم تا یه جا رسیدیم به یک عربی رو دیدیم که عرب ایرانی که زیر یه پلی قایم شده بود، ازش پرسیدیم که درست نزدیک هم منطقه‌ای بود که پیدا بودیم، ازش پرسیدیم که تو دیدی، از من که عربی بلد نبودم ژاندارم ازش پرسید که دیدیم، بعد رفت یه کاپشن یونس آورد، گفت این کاپشن از هوا افتاد پایین، که البته بعدا فهمیدیم که بچه‌ها چون هوای خود گرم بود کاپشنشون رو می‌ذاشتن توی مپ کیس این بغلشون که وقتی اجک کرده بود از کابین در اومده بود و افتاده بود. بعد این عربه گفتش که من دیدم که با چت اومد پایین، رفت توی رودخونه چند بار اومد بالای گفت کمک کمک، بعد رفت پایین دیگه نیومد بیرون. اون روزا هم سد و باز کرده بودن که آب موازه عراقی ها رو بگیره، رودخونه کرخه اونجا چنان شدتی داشت که من تو همون مسیر که میمدیم دیم یه تانک عراقی رو آب داره میغلطونه میبره با خودش، اینقدر شدت داشت. بعد برگشتم دوباره اهواز، گفتم من قواس میخوام، از نیرو دریایی دوتا قواس دادن به من، اومد به قواس ها رو ازشون بردم اونجا، قواس ها تا آب دیدن گفتن ما امکان نداره بریم توی این آب، گفتم آخه برای چی؟ گفت اول این گله هیچی دیده نمیشه، ثانیا این شدتی که داره اصلا نمیتونی بمونی میبره. گفتم ببین من کاری به ارتش و این حرفا ندارم، این رفیق منه، هر چی پول بخواین خارج از فوق‌العاده‌تون هر چی پول بخواین من شخصا بهتون میدم، من میخوام این آدمو حداقل جنازه‌شو پیدا کنم. بالاخره با التماس و خواهش اینا غواصان واقعا جونشون رو به خطر انداختن، رفتن بعد از دو روز غواصی این جنازه خوشبین رو پیدا کردن که سه روز بود زیر آب مونده بود، بعد صورتش چنان باد کرده بود که شناخته نمیشد. من اصلا اینو دیدم حالم منقلب شد، برداشتیم آوردیم پایگاه، بردن بیمارستان و من اون موقع بنی صدرم تو پایگاه بود، توی چیز یه ساختمونی بود که زمان شاه برای شاه ساخته بودن، شاه میمد برای اسکیراب اونجا بهش میگفتن کاخ شاه، یه ساختمون شیکی بود که ما در اختیار رئیس جمهور بذاشتیم که مثلا سفیر شوروی میومد دیدنش، نه یه جای آبرومندی باشه. من رفتم در رو باز کردم، چون قبلش هی چیز میومد، فرگ اردر میومد، پشتیبانی چهار نفر یه جا بر محاصره میافتادن، فوری یه درخواست F5 میکردن برای پشتیبانی. من میگفتم بابا این F5 برای این کار ساخته نشده، آخه این چه بد میزدنش. میگفتم آخه میره تانک که تا گلو تو خاک رفته، این با 400 نمیبینه که، اونا اینو میبینن میزنن، یه روزی میرسه که ما دیگه هواپیما نداریم بفرستیم سراغش، اون وقت بعد عراقی‌ها میرن تو آسمان ما جولان میدن. هر چی میگفتم میگفتن که دستور از بالا اومده. اینو که دیدم رفتم در رو باز کردم، رفتم تو بنی صدر و فکوری نشستم اونجا، فریاد زنان گفتم هی میگم نفرستین نفرستین، بیاین ببینیم، بیاین صورت این بچه رو نگاه کنین، بیاین ببینین دیگه. بعد چیز بنی صدر به فکوری گفتش که این احساساتی رو، اینو فکوری اومد دست منو که گفتم آقا احساساتی نیست، شما هی مرتب من میگم نفرستین شما میفرستین اینا، من باید برم به خانوادهشون خبر بدم، اگر شما از کجا میادین؟ گفتن از مجلس شورای اسلامی میادین چیزا فرگا. گفتم خب اگر شما، هم به شرف خودم قسم گفتم اگر شما میترسین به مجلس بگین جلوی بنی صدر میترسین منو بفرستین، من میرم توضیح میدم براشون. که فردای اون روز فکری به من زنگ زد گفتش که با اولین 330 میای تهران، میری مجلس شورای اسلامی، کمیته دفاع براشون تشریح میکنی. که من فردا با 330 بلند شدم رفتم تهران و رفتم مجلس شورای اسلامی کمیته دفاع با یک شخص روحانی به اسم آقای دکتر حسن روحانی که رئیس کمیته دفاع مجلس بود،
در اون زمان یک ساعت و نیم نشستم براشون تشریح کردم که پشتیبانی هوایی چیه، F5 چیه، مقدورات F5 چیه اینا، که بعد از اون به بعد دیگه این ماموریت ها قطع شد. و یه چیزی بگم، چند وقت پیش پارسال بود، یکی از همون بچه های F5 دسفول الان همینجا زندگی میکنه، عروسی پسرش بود، منم دعوت کرده بود و پدر داماد که همین آقا باشه خلبان F5 رفت پشت میکروفون که صحبت بکنه، گفت قبل از هر چیز بگم که اگر به خاطر یک کسی که الان مهمونی که الان اینجا هست اگر نبود، من اینجا نبودم و مهمونی هم عروسی هم در کار نبود. منو معرفی کرد که به اصطلاح خجالت زده رفتم پشت میکروفون دو سه کلمه گفتم. و الان آقای روحانی شده رئیس جمهور، نمیدونم یادش هست این داستان ها یا نه. آقا یه مسئله دیگه، در همون اولین موشکی که به دسفول زدن، موشک اسکادی که به دسفول زدن، شب ساعت سه نصف شب زدن، حدود 300 خورده‌ای زن و بچه و پیرمرد کشته شده بودن. وسط شهر خورده بود و گودالی به عمق نمیدونم 40-50 متر ایجاد کرده بود که من همه سربازای پایگاه رو بسیج کردم، خودم باهاشون رفتم که به کمک مردم. باز اونجا یه صحنه‌های واقعا فجیع دیدم که هیچ وقت یادم نمیره. مثلا یه چیزی که من سه حلقه عکس گرفتم از اون فجایع، من جنازه یه گربه دیدم که بالای سیم برق آویزون بود، یعنی انفجار پرت کرده بود گربه رو بالای سیم برق آویزون بود. اون روز بعدش آقای اولاف پالمه که دبیرکل سازمان ملل بود اومده بود که با بنی صدر ملاقات بکنه. من برگشتم رفتم سراغ اولاف پالمه، گفتم که میتونم خواهش کنم ازتون که یک ساعت وقتتون رو به من بدین. به اونم گفتش که مثلا برداشتمش با یک گروهی از خبرنگارام طبق معمول دنبالش بودن دیگه، آسوشیتد پرس و نمیدونم تمام خبرگزاری مهم دنیا دنبالش بودن. برداشتم همه این رو با یه اتوبوس بردم محل اصابت موشک و جنازه ها. یه عکسی گرفته بودم من که یه بچه نوزاد بود، فکر کنم 8-9 ماهه بود که از کمر به پایین نداشت، اصلا یه مادره دستش گرفته بود این بچه رو، من عکس گرفتم ازش که این چیزها رو عبده عکس و موقع نزازه نبود ولی چیزایی شبیه اون زیاد بود، نشونش دادم و گفتم که من میخوام فقط از آقای لطفا میخوام بپرسم چرا سازمان بین المللی، سازمان ملل و بقیه سازمان ملل در مقابل این جنایت ها ساکت موندن. میدونی چه جواب من داد؟ گفت آخه وقتی شما اعضای یک سفارت یک کشور رو میگیرین زندانی میکنین و به هم تمام قوانین بین المللی پشت میکنین، چه توقعی از سازمان های بین المللی دارین؟ من تمام اون عکس ها رو فرستادم برای مجله نیویورک تایمز و واشنگتن پست که یک دونش هم ولی چاپ نکردن، یکی از این عکس ها رو چاپ نکردن. بعد اومدم به بنی صدر با عصبانیت گفتم اجازه بدین ما پاشیم دوتا شهرشون رو بزنیم که بفهمن چیه، آخه نمیشه که اونها یه شهر ما بزنن ما بشینیم ساکت باشیم اینجا. گفت نه اسلام به ما اجازه نمیده این همچین کاری بکنیم. این هم یکی دیگه از یادها و خاطره ها. میخواین یه آنتراک بدید یکم از جناب تیمسار محققی بگید؟ تیمسار محققی من یه خاطره ازش دارم. یه روزی تو رمپ پایگاه یکم بود یا دوشان تپه، دقیقا یادم نیست، دیدمش که دست چپش باند پیچی شده بود. گفتم منو چی شده؟ گفت ترکش موشک خورده به دستم. از من پرواز که برگشت شد یه موشکی که نزدیک هوا منفجر شده بود ترکشش خورده بود به دست، یه مقدار از شستشو برده بود. گفتم خب حالا کجا داری میری؟ گفت دارم میرم پرواز. این آدم قهرمانه دیگه واقعا، یعنی از لبه مرگ برگشته داره دوباره میره پرواز. من فکر کنم تنها همین منوچهر محقی رو معرفی میکنه. کافی بود چون البته واقعا همه میدونن رشادتایشون رو. یه کمی از جناب نمکی هم میگید؟
یه خاطره ازش. نمکی چی بگم دیگه، فردوسیه دیگه، در مورد فردوسی آدم چی میتونه بگه؟ کاری که داره میکنه واقعا خدمت بزرگی به نیرو هواییه که تاریخ نیرو هوایی و تاریخ جنگ رو مینویسه، کار هر کسی نیست و استعداد میخواد و عشق، این دوتا رو تیمسار نمکی دارن و یادگارشون برای همیشه باقی میمونه تو این مملکت. البته شما هم که دیگه وارد گود شدید خدا رو شکر، تا حالا نشده بودید دیگه، شانس ما بود دیگه، محبت لطف خداوند و به هر حال دل مهربون شما و تیپ ناوتون که هزار ماشاءاللهتون باشه بزنم به تخته، هنوز که هنوزه نامبر وانید. تشکر میکنم. نمیدونم وقت داریم یا وقتمون تمومه دیگه. بله وقت داریم سر، ما کردیم میکنیمش سه تایم امشب، سه ساعت، چون من اصلا عاشق صحبت کردن شما، شما هم که خسته نیستید دیگه. الان ساعت 11 اونجا، 11 ساعت 1:30 اونجا، 1:30 ظهر. نهار نخوردین؟ من معمولا نهار اسکیپ میکنم، یه وعده در روز بیشتر غذا نمیخورم. خب پس یه استراحت کنید، میریم الان 55 دقیقه است. یه کمی من فقط یه سوال دارم، این آخریشه، 5 دقیقه، از جناب زندی چیزی میدونید؟ یعنی خاطره ای، صحبتی، چیزی دارید؟ نه متاسفانه از زندی من فقط آنچه که شنیدم میدونم، برای اینکه زندی هیچ وقت با هم توی یه پایگاه نبودیم و هیچ سانحه‌ای هم خوشبختانه نداشتن که من برم بررسی کنم، ولی فقط آوازه بزرگی و مهارتشون شنیده بودم و داستانایی که خودتون هم شنیدین دیگه. ولی من هیچ برخورد نزدیک از نوع سوم نداشتم با جناب زندی، فقط همین تعریفایی که ازشون شنیدم. از جناب ایزد ستام یه نظری به ما میگی؟ ایزد ستا از قبل از انقلاب معروف بود یکی از باسوادترین خلبانای نیرو هوایی و بسیار آدم، از جز اولین رده دوم معلم خلبانای F4 بود، چون رده اول 8 نفر بودن که رفتن امریکا دوره دیدن اومدن، بعدش نفر دومی ها ایزد ستا و همردی پاش بودن. ایزد ستا از من حدود 3 سال ارشدتر بود، ولی جز بهترین معلم های F4 بود و من سعادت، من F4 که چک می شدم سعادت اینه داشتم که یه راید با ایشون پریدم و یه رایدم با دو راید با بهرام هوشیار که حالا خندم میگیره، رایدای ارتوئر هم با بهرام هوشیار رفتم. خب چون بهرام هوشیار معلم با سابقه بود، جز اون اولین سریای F4 بود، چهار فروندی که میرفتیم من لیدر لید بودم چون بهرام هوشیار کابین عقبم بود و سه فروند دیگه هم با معلم تو بالمون بودن. بعد برای ایر تو ایر که رفتیم، من اولین پسی که شیرجه کردم و یه رگبار زدم، یه گوله خورد به کابل دارت و دارت رفت. در نتیجه من کوالیفایش دادم، ولی سه نفر بقیه دیگه چیزی نداشتن تیراندازی بکنن، فلایت همه دست خالی برگشتن. راید دو راید با معلم می‌رفتی، یه راید سولو. راید دوم دوباره همین پرواز، همون آدما رفتیم، دوباره من تا شیرجه کردم، باز اولین رگبار زدم دوباره دارت رفت، که بعد من اومدم پایین باد میکنم، گفتم ما فقط کابلش رو میزنیم، خودش گنده است واسه. البته خب میدونی که خیلی تصادفی این اتفاق بیاره، ولی شما من یاد اون فیلم چیز افتادم که اوما وسترنه، یه چیزی آویزون کرد، نخو با نخ نازک آویزون کرد، نم یه لامپی یه چیزی بود، خیلی اصلا نخه دیده نمیشد، گفت به یارو، گفت مثلا که اوما اگه میتونی اونو بزن. اینم یه آره اینجوری کرد و پا اغزد نخه رو زد. چیزی راید سوم که من سولو بودم، منو گذاشتن شماره 4 که فلاید اقلا فلاید کوالیفای کشه. ولی راجع به ایزد ستا میگفتیم، ایزد ستا
جز باسوادترین افسران نیروهوایی بود و را حفظش کنه، حرفی که نمیدونم هست. چرا بیمهری در حقش شد، برای اینکه هیچ گناهی من براش متصور نیستم جز خدمت، و این جز پاکسازی ها بود. خودش داوطلبانه برگشت و بعد از این جریانام با همون درجه سرهنگی که داشت با هم دوباره بازنشست شد، در حالی که میدونید چه کسایی سرتیپ شدن که شاگرد شاگردای ایشون بودن. باید میریم برمیگردیم، یه قهوه میل کنید و برمیگردیم. اوکی، مرسی، درود بر شما. درود.